با صمیمانه ترین درود ها، حسین اعجازی هستم و برنامه امروز خبرها و نظرها رو در خدمتون خواهم بود به مدت 50 دقیقه جمعا. و مهمان ارجمند برنامه امروز جناب بهارلو مثل همیشه لطف کردن و دعوت بنده رو پذیرفتن. بعد از مقدمه کوتاه می رویم به دیدار ایشون و می نشینیم پای صحبت های بروز و منطقیش. اما بنده دیروز برخلاف اون چیزی که گفته میشه واعظ غیر متعظ و همه به همه همسن و سالامون توصیه میکنم که مواظب باشن زمین نخورن، دیروز بنده در جلوی یکی از فروشگاه های خوب به اصطلاح سانتا مونیکا واقع در خیابون ویلشر تریدر جوز متوجه تفاوت دو سطح پیاده رو نشدم و یک پام رفت یک حدود 7-8 سانتیمتر پایین تر و اون یکی بالاتر و خلاصه زمین خوردم و با صورت آمدم پایین و این بسته بندی که میبینین نتیجه خراشی است که عینک دودی که به چشم داشتم ایجاد کرد و خلاصه در این رهگذر واقعا کمکی که عده‌ای اونجا کردن قبل از اینکه از 911 بخوان که بیاد و کمک بکنه که اونم ظرف 3-4 دقیقه آمدن و راهنمایی کردن به خاطر این داروهایی که ما میخوریم این روزا و رقت خون زیادی میامد و خلاصه آمدن به ما راهنمایی کردن و کمک کردن که جلوی ریختن بیشتر خون رو بگیریم و سپاس فوق العاده زیاد دارم برای به اصطلاح اون مدیر این فروشگاه که واقعا همراهی حیرت انگیزی کرد و همچنین همین فرشتگانی که در این گونه مواقع به کمک افراد میان و کمک میکنند. به هر حال این قصه بود که خواستم دیگه با جزئیاتش گفتم که بحثی در واقع شایعاتی صورت نگیره که بگن کتک خوردی کتک کاری کردی نمیدونم از این صحبت ها ممکنه پیش بیاد. اما در مورد نکاتی که امروز با آقای بهارلو صحبت خواهم کرد، یکی این تفاوت ها و اختلاف سلیقه های سیاسی است که میتونه بعضی هاش خانمان سوز باشه. در یکی از برنامه های تلویزیونی ریچل مداو که یکی از برنامه سازان فوق العاده زبده هست و البته مخالفان زیادی داره، مخالفه و موافقین زیادی، اشاره میکنه به یک فروشگاهی در لهستان که این فروشگاه یک فروشگاه شبیه این هوم دیپوی ما و اسم فروشگاه هست لیروی مرلین. این فروشگاه روی بعضی از اقلامی رو که به فروش میرسونه یک اتیکت هایی رو گذاشته که واقعا باور نکردنی است. از جمله یک خاکنداز با یک جارو رو گذاشته و قیمتی رو واسش گذاشته و گفته که این خاکنداز برای جارو کردن گناهان شماست و این رو بخرید. ما با تمام وجود این، یعنی اسم فروشگاه رو آورده لیروی مرلین، حامی و مدافع حمله روسیه به اوکراین هست. جای دیگر چکشی رو که کنارش نوشته چکش برای نجاری، گفته برای کشتن اوکراینی ها بخرید. ما این نسل‌کشی در اوکراین رو تایید میکنیم و حمایت میکنیم. جای دیگه یک ظرف خاکروبه رو، یک ظرف آشغال رو گذاشته با قیمتش و گفته این ظرف برای جمع کردن اجساد کشته شدگان هست.
متعاقب این کاری که مسئولین این فروشگاه کردن، کارکنان فروشگاه به شدت ناراحت شدن و عده‌شون اعتراض کردن و استعفا کردن. این یک طرف قضیه است. از طرف دیگه اشاره میکنه به مسئله روسیه و مخالفت هایی که برای این جنگ در روسیه صورت میگیره و میدونید که آقای پوتین هیچ گونه اعتراض، هیچ گونه خبر به اصطلاح درست و صحیحی رو تاب نمی آورد و تمام رسانه های رو از بین برده، رسانه های بیطرف رو، و تنها یک رادیو مونده که اون رادیو هم معلوم نیست که تا کی دوام بیاره و سعی میکنه که کژدار و مریض رفتار بکنه. چه کردن مردم و مخصوصا زنان روسی؟ گروهی از زنان و مردان روسیه برداشتن در فروشگاه های این برچسب های فروشگاه رو برداشتن، تغییر دادن و روش شعارهای ضد جنگ، مخالفت با جنگ و این گونه شعارها نوشته شده و بی حد و بی حصر است توی اقلام متعددی که در این فروشگاه به نظر میاد یک سوپرمارکته به فروش میرسه. اما موضوع دیگری که میخواستم با آقای بهلول راجبش صحبت خواهم کرد، مسئله گرفتاری است که آقای بایدن، پرزیدنت بایدن با روبرو هست برای مقابله با این تورمی که واقعا کنترلش الان دیگه، نه الان، همیشه وقتی که شرایط تورمی پیش میاد، این سیاست های پولی و مالی کاری به جایی، راه به جایی نمیبرند. تا یه حدی ممکنه به اصطلاح آرامش ببخشن به وضع، یه مقداری ممکنه قیمت ها رو بتونن کنترل بکنن، ولی آخرین آماری که دیروز منتشر شد در مورد درصد تورم در امریکا بی سابقه بود، از سال، از شاید میکنم 20 سال پیش بی سابقه بوده و تورم در امریکا به 8% رسیده و همه شما بینندگان عزیز لابد با بالا رفتن قیمت ها مواجه هستید و سودجویی عده‌ای از بازرگانان و صاحبان کسب و کار که از آب گلالود ماهی میگیرند و در واقع قیمت ها رو، هرچند که خرید قبلی دارن و قیمت خریدشون فرقی نکرده، الان یعنی در واقع اجناسی رو دارن که با قیمت‌های قبلی بوده، اینا رو قیمت‌ها رو بالا بردن که اون هم مسئله ایست که باز کاریش نمیشه کرد تو این مملکت. اما در رابطه با سیاست خارجی آقای بایدن، مسئله بیرون آوردن سپاه پاسداران از گروه به اصطلاح تروریست مسئله دیگری است که با مخالفت گروه زیادی روبرو شده، از جمله جمهوری خواهان که خط و نشان کشیدن که در انتخابات آینده وقتی که پیروز بشن و گفته میشه که احتمالش زیاد هست، این هر قراردادی رو که با ایران بسته شده باشه در این مورد خونسا خواهند کرد و لغو خواهند کرد و هشدار دادن به آقای بایدن، و آقای بایدن در این زمینه هم گرفتار هست و اون نظری رو که داشته با توجه به اینکه جمهوری اسلامی هم داره از این شرایط استفاده میبره و مرتب داره فعالیت‌های هسته‌ایش رو گسترش میبخشه و الان اون قسمت‌هایی رو که در یک حمله سایبری یا حمله مستقیم که معلوم نشد به چه صورت بوده برای ساختن سانتریفیوژای پیشرفته داشت، منهدم شد. در نتنز اونجا تأسیساتی رو دوباره
قرار کرده و مشغول ساختن یا در آینده نزدیک قادر خواهد بود که این به ادامه این فعالیت ها در واقع این فعالیت هاشو این گونه فعالیت هاشو ادامه بده. اما در مورد این کسانی که در روسیه فراموش کردم بگم در سوپرمارکت برداشتن برچسب ها رو عوض کردن و شعار نوشتن، دو نفر رو که دستگیر کردن، یک آقا و یک خانم رو به 10 سال تا 15 سال زندان محکوم کردن که اینم از اون کارهای دیگه است. مسئله آتش سوزی در یک ناو بسیار گردن کلفت روسی در دریای سیاه در منطقه نزدیک به اوتسا، این ناو دوچار و دولت سوریه این رو تایید کرده که اتفاق افتاده و مقامات اوکراین میگن که با موشک ها و با وسایلی که داشتن این رو تخریب کردن و در واقع این ناوی که تحت عنوان مسکو و یکی از ناوهای بزرگ روسیه هست از حیز انتفاع خارج شده و باید دید این جریان به کجا میانجامه. روسیه شروع کرده به اقدامات سایبری بر علیه اوکراین، بی سابقه نیست. قبلا روسیه با در امریکا در سال 2020 6 نفر روسی متهم شدند به اینکه میخواستند در تأسیسات زیربنایی امریکا خرابکاری بکنند از طریق حمله های سایبری و این افراد البته در روسیه هستن و نتونستن اونا رو دستگیر بکنن و بلایی به سرشون بیارن و طبیعتا اونجا وضعشون امن و امانه، ولی مقامات اوکراینی گفتن که همین گروه مشغول برنامه ریزی برای حملات سایبری هستن به تأسیسات زیربنایی اوکراین که بی سابقه نیست و در گذشته 2 بار تأسیسات برقرسانی، دکلهای برقرسانی و شبکه برقرسانی رو در اوکراین تحت حمله قرار دادن و الان هم حمله ای رو تدارک دیده بودن که اگر به نتیجه می رسید و خوشبختانه توسط کسانی که در اوکراین به این مسائل وارد هستن جلوش گرفته شد به موقع بعد از اینکه متوجه شدن، اگر این حمله صورت می گرفت لطمه ای که می زد به شبکه های بررسانی اوکراین قابل ترمیم و درست کردن نبود، برای اینکه کامپیوترهایی رو که در این زمینه کار میکنن کامپیوترها هم از کار میانداخت و اون دیگه تمام شبکه ضایع میشد و هیچ گونه نمیتونستن درستش بکنن، باید دوباره از نو نوسازی میشد که خود اون مسئله دیگری است. و دیروز هم هوملند سکیوریتی در امریکا اعلام کرده که این حملات سایبری متوجه امریکا هم هست و الان مقاماتی که در این زمینه دارن فعالیت کنن که جلوی اون رو بگیرن اخطار کردن که همونطور که 2 بار در گذشته نه چندان دور ما شاهد این گونه حملات بودیم که یک بار تأسیسات مربوط به گوشت رو تحت حمله قرار دادن و یک بار شبکه گازرسانی رو و هزینه زیادی روی دست دولت امریکا گذاشت، الان میگویند که این بار خطر جدی متوجه تأسیسات زیربنایی امریکا هست که باید دید کار به کجا خواهد انجامید. خب من دیگه وقت برنامه رو نمیگیرم، ترجیح میدم که در مورد مسائلی که عنوان کردم و مسائل مربوط به کشورمون و مسئله برجام و سایر مسائلی که دو پیرامون ما میگذره در مورد کشورمون با جناب احمد بهارلو صحبت بکنم و نظرات ایشون رو جویا بشم. سلام آقای بهارلو و سپاسگزار محبتتون هستم مثل همیشه. سلام به شما و همطور میکن عزیز. ممنونم از شما. هرچه زودتر زایاتی که وارد شده به خیر و خوشی خوب بشه. از حضورتون خب باید حواظتون خود این ملاحظه کرده که
حسین فرج برای خدا به همین طریق خورد بود. حالا شما که انشاءالله از این بعد بیشتر مواظب باشین که زمین نخورین آقای اجازی عزیز. آقای باردو از خودم حضور دیگران اما مسائل زیادی فرمودین که بیشتر میدونین خبر هست. اگر بعضی هستن که راجع به خبرها قربان بدونی که اطلاعات دیگه داشته باشن شروع میکنن یه مقداری خیال پردازی میکنن، بعد آدم خیال میکنه که اینا الان از تمام اون پشت نمیدونم حجره های کرملین گرفته تا کاخ سفید همه جا بودن. خب این خیال پردازی است و بعد خیلی هم زور بزنن نظره. اما بعضی از موارد هست که از خبر اندکی فراتر، مثل همین قضیه تورم که شاید مثلا در این مورد بشه بیشتر گفت که چون یه مقدار سوء تفاهم هم برای آمریکاییان است به خصوص برای ایرانیان عزیز ممکنه این قضیه تورم باشه که چه اتفاقی افتاده چه داره میشه. بعضی هم میگن که آقا نگاه کنید تقصیر بایدنه. نه قربان، تقصیر بایدن نیست، به این جهت هست که یک سری عملیات انجام شده با هم دیگه، یعنی با کرونا شروع شده. وقتی که با کرونا شروع میشه عرض کنم که آمدن برای اینکه خب همه در خانه نشین شده بودن در دو سال که حداقل یک سالش که به طور کامل همه جا نشسته بودن همه در خونه هاشون، بعد در این مورد موقعی که همه خونه نشین شدن دو تا اتفاق صورت میگیره، هم از نظر عرضه هم از نظر تقاضا. حالا عرض میکنم خدمتون از نظر عرضه، شما وقتی در خونه نشسته بودی مثل بنده مقدار زیادی از این خواسته هایی که قبلا داشتی نداری، یعنی نه لباسی دیگه میخواستی بری بخری، بنابراین نه اتومبیلی دیگه میخواستی بخری، اصلا جایی نمیرفتی شما، نه رستوران خواستی بری، خرج سفر داشتی، بسیاری از این چیزهایی که شما به طور روزمره لازم داری اصلا لازم نداشتی، همه شیشتی تو خونه. حتی بعضی ها در این مدت همه هم ریششون تا اینجا در اومد، گفتن ریششون بزنیم برای چی، پس حتی تیغ هم لازم نداشتی که بزنی صورت تو بزنی. خب پس وقتی که تولید کننده چیکار میکنه؟ از تولید کننده میاد در این مورد سطح تولید خودشو یعنی عرضه رو میاره پایین. وقتی عرضه پایین میاد خود صدا از اون پشت میشه، حالا میدونم آقای باردو اون صداها رو باید نشنیده بگیرید. اگه نشنیده بگیرم برام بگیرم. بله گفتن چاره ای نیست برای درست کردن اون. خب عرض کنم حضورتون، حالا ببینید همزمان در این مورد که موقعی که داره اوضاع داره به وضع عادی برمیگرده که مشخصا همین سال 2022 است تقریبا از ماهای آخر 2021 در حقیقت داره زندگی به وضع عادی برمیگرده، تقاضاها داره زیاد میشه اما عرضه کم هست، برای اینکه تولید کنندگان عرضه خودشون رو در حدی میزون کردن که در دوران کرونا بوده. خب این خود به خود قیمت رو از یه نظر میاره بالا. از جمله این کسانی که بالا بالاخره سطحشون رو پایین آورده بودن، سطح عرضه رو پایین آورده بودن، کمپانی‌های نفتی هستن. کمپانی های نفتی به کمترین مورد از تولید رسیده بودن، به کمترین میزان از تولید رسیده بودن که چون حتی هواپیما ها جایی نمی رفتن، مسافری نبود، اینا مصرف کننده اصلی سوخت هستن. از کنم اتومبیل ها که سوار نمی شد کسی، جایی نمی رفت کسی، شما توی خیابون ها ترددی نمی دیدین. وقتی که اینها نباشه کمپانی که نمیاد نفت رو تصفیه بکنه و یا نفت رو استخراج بکنه، بنابراین اونا هم سطح خودشون رو آوردن پایین. حالا وقتی اوضاع برگشته به وضعیت عادی، هنوز تا موقعی که اونها سطح تولید و سطح توزیع خودشون رو به سطح گذشته برسونن فاصله بسیار هست. از طرف این قضیه سودجویی پیش میاد، یعنی موقعی که نگاه میکنن میبینن آقا یه گالون بنزین رو الان چون عرضه کم هست و تقاضا زیاد شده به جای 3 دلار الان میتونن بدن 4 دلار. ما چه مرضی داریم که بخون دوباره بریم فعلا، حالا میذاریم فعلا از با همون صد باشه تو از این قیمتی که از این سود بادآورده استفاده بکنیم که استفاده هم کردن. بزرگترین موضوعی که
اتفاق افتاده همین بالا بردن قیمت انرژی است، چون همراه با خودش همه چی با خودش میبره بالا. وقتی شما قیمت نفت رو بردی بالا، قیمت بنزین رفت بالا، قیمت مواد غذایی که باید به وسیله کامیون ها از این ور آمریکا بیاد تا اون ور، از مکزیک بیاد تا اینجا، اونا هم خود به خود میره بالا. از طرفی همطور که عرض کردم سطح تولید و سطح توزیع در همه زمین ها پایین آمده. اتومبیل ها شما نگاه میکنید دومین قیمتشون چقدر زیاد شد، برای اینکه حتی چیپس های تولید شده به اندازه کافی دیگه نبود، الان هم نیست. خب این یکی از داره. یک دلیل دیگری که اتفاق افتاد، معمولا در این مواقع آمریکا با این دو حزب با هم دیگه خیلی بستن، اما در یک جاهایی به کمک همدیگه میشه داشتن موقعی که منافع ملی در میون بود. حال اون قضیه این است که این دو تا حزب از هیچ کاری فروگذار نمی کنن برای که در این انتخابات میان دوره‌ای پیروز بشن. خب بنابراین الان یکی از این موارد خیلی آشکارش که شما دارین میبینید و کمتر هم متاسفانه در میدیای اصلی، یعنی اون مینستریم که میگن اون میدیای اصلی مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست اینا، نه فاکس نیوز، اینا کمتر میبینین دارن صحبت میکنن ازش. فرض همین الان شما نگاه بکنید که در روز چند هزار کامیون فقط از مکزیک باید مواد غذایی از یه طرف، نه همینطور مواد که برای ساختن قطعات یدکی اتومبیل هست که کمپانی فورد، جنرال موتور، همه اینا باید اینا رو اینجا بذارن رو همدیگه اتومبیل تولید بکنن. فرماندار اونجا آقای آبوت که خب جمهوری خواه است، حالا اومده گفته همچی کاری به دستون بدن، اومده گفته آقا من باید دوباره هر کدوم از این کامیونا که میاد ما باید اینا رو چه بکنیم، بازرسی بکنیم. اینا یه دفعه بازرسی شدن، ایکس ری شدن، همه کارشون انجام شده. بنابراین الان در اون مرز، در اون مرز الان 20-30-40 مایل اتومبیل ها پشت سر هم دیگه واسدن، هر کدوم 30-40 ساعت مواد غذایی که توی اینا هست داره فاسد میشه یا فاسد شده. بنابراین وقتی که ما تشریف دارین الان در کالیفرنیا یا بنده در اینجا، نرسه این غذا باز کم بود باعث بالا رفتن قیمت ها میشه. وقتی قیمت ها بالا میشه مردم اولین کسی که عقش میگیرن همون دولته. بنابراین این انتخابات میان دوره‌ای همکاری لازم بین دو حزب وجود نداره برای اینکه بخوان این تورم از اون ببرن، برعکس دارن خلاف همدیگه عمل میکنن. چون الان ریپابلیکا میگن بهترین راه برای اینکه ما یک بار دیگه کنترل کنگره رو به دست بگیریم در انتخابات میان دوره‌ای که نوامبر هست، بهترین راه این است که از سیستم ماکیاولی استفاده بکنیم. یعنی اگر شده بگیم آقا هر بلایی میخواد سر همه بیاد، ما فعلا کاری میکنیم مردم ناراضی بشن تا این انتخابات رو ببریم، بعد از انتخابات رو بالاخره میایم میگیم آره که دست خودمون بود درستش میکنیم. این یکی از دلایل اصلی این هست. یک دلیل دیگر که این دلیل متاسفانه بازم روش درست حساب نشد، شاید هم ناچار بودن، وقتی شما در یک اقتصادی بیشتر از یک تریلیون پول پخش میکنی بدون تولید، پول پخش میکنی بین مردم که دیگه ببینید چه خبر بوده که به دست بنده هم 1400 دلار یه جا برسه، 1200 دلار یه جا برسه. یعنی ببینید این قضیه باید شده این یارانه است، یارانه به صنایع باید داده بشه نه به افراد. یارانه وقتی به صنایع داده بشه خب کمک میکنه مثلا به کشاورزا، وقتی به افراد داده بشه باعث یک اینفلیشن و تورمی که چون چیزی تولید نمیشه. از یه طرف این پول از کجا اومده؟ پول در آمریکا به خاطر گردش پول و کارهایی که من شما میکنیم تولید میکنیم، این گردش پول رو از یک، شما اگه 10 دلار بذارید توی بانک این 5 برابر میشه به خاطر اون سیستم بانکی که هست. اما اگه شما بدون هیچ تولیدی یک مرتبه 1 تریلیون یک جا بریزه توی یک سیستم اقتصادی، این 1 تریلیون باعث میشه که این الان این پول مونده، در اون مدت هم شما جای نداشتی استفاده بکنی ازش. فقط بعضی‌ها که خب محتاج بودن رفتن پول کرایه‌شون رو دادن اینها، خیلی هم این پول رو نگه داشتن و این
اضافه درآمد که نابرده رنج هم به دست آمده، این اضافه درآمد باعث شده که این فشار تورمی رو چند برابر کنه. بنابراین میخواستم خدمت همه دوستان عرض کنم که سطحی قضاوت نفرمایید وقتی بگید های تقصیر بایدن بود یا تقصیر ترامپ بود یا تقصیر، این مجموعه است که باعث تورم در آمریکا شده که این قضیه تورم. حالا آقای بارلو فکر نمی کنید که این تورم یه مقداری هم در اثر حمله آقای پوتین به اوکراین تشدید شد؟ کاملا درسته، این هم یکی از عواملی بود که یک مرتبه مزید بر علت شد. بله. یک مرتبه مزید بر علت شد. حالا ملاحظه بفرمایید که نفت روسیه که فقط 2% نفت آمریکا از روسیه می اومده، واقعا نباید تأثیری میکرد که حالا یارو در روسیه تازه به اوکراین حمله کرده، اینجا کمپانی های نفتی گفتن به به حالا ما باید از این یه دلار دیگه برو روش. آقا شما بگو شما کل واردات آمریکا از نفت روسیه 2% بوده، اونم تا موقعی که اون بخواد از اونجا تأثیر بذاره روی نفتی که شما وارد میکنین چقدر طول میکشه؟ شما فردای همون روز تمام پمپ بنزین های اینجا بردن بالا. بنابراین این هم یکی از اون مواردی بود که خود طبیعت کار به اضافه سودجویی کمپانی های نفتی این روند تورم رو شدیدتر از شدید کرد. آقای بارلو جانم، این مسئله تورم یه مسئله است که امواجی است که توی اقتصاد وجود داره، یعنی به هم حالا دلایلش مشخص میشه که چرا پیش میاد، ولی اتفاق میفته و همونطور که عرض کردم و اقتصاددانان مطرح میکنن واقعا چیزی نیست که به راحتی بشه جلوشو گرفت، یعنی یک سیلی است که وقتی جاری میشه تا موقعی که بتونن اون رو مهار بکنن زمان میبره و این موضوع این نیست که امشب آقای جو بایدن یا آقای ترامپ که الان امروز در خبرها بود در فاکس نیوز، ایشون دیروز یه سخنرانی قرایی کردن در مورد اینکه اگر من رئیس جمهور امریکا بودم روسیه جرأت نمی کرد که پاشو بذاره به اوکراین. شما توقع دارین که ایشون بیاد بگه کار درستی اون کرده؟ میگن به روبا گفتن شاهد که گفت دوم و یک کلمه راجع به این جنایت ها کشدار ها و اتفاقاتی که داره میفته توی اوکراین و اینکه به اصطلاح بایدن حرفشو زد، گفت که این یه نسل کشیه و تمام کسانی که دارن الان تحلیل و تفسیر میکنن میگن که این حرف بایدن کاملا منطقیه. بله، عرض کنم که در این مورد مثلا کاری که بایدن کرده این بوده که اومده متفق قول کرده اروپا رو، که کاری بود که خب یه کار عمده و ارزنده ای بوده، برای اینکه اینا اقتصادشون در ارتباط نزدیک با روسیه بوده، با وجود این حاضر شدن تمام اون تحریم ها رو روی روسیه برقرار کنن. بنابراین کاری که کرده از این نظر تا اون ضمناً کمک های هم که دارن در حد رو دارن به اینها میرسونن، از جمله همین ناوگانی که در مال روسیه غرق شده، این بالاخره با آتش سوزی ساده نیست، یعنی یه موشکی از این طرفی خورده قشنگ و زدش نابودش کرده. حالا بنابراین کار دیگه بیش از این نشون نمیتونه بیاد، یعنی به جز این که بخواد وارد جنگ بشه با روسیه، که اینم فکر نمی کنم نه افکار عمومی و نه هیچ انسانی لازم به سر روابه داره که بخواد یه جنگ جهانی انجام بشه به خاطر حال یک کشتاری که داره پوتین میکنه. اما فکر کنم جناب اجازی الان است که این چراغ آقای بله اجازه بدید ما از مسیر پیام های بازرگانی بگذریم و برگردیم، در خدمتون خواهم بود. بینندگان عزیز ما رو ترک نکنید، با ما باشید. یک وکیل یک ایالت،
دکتر مونا دلدار برگزیده انجمن ملی وکلای حقوقی آمریکا به عنوان صد وکیل برتر. منتخب انجمن وکلای استثنایی به عنوان وکیل عالی. انتخاب شده انجمن متخصصین به عنوان بهترین وکیل. و سرانجام برگزیده کانون وکلای تصادفات کالیفرنیا به عنوان 10 وکیل برتر این ایالت. شما هم برای گرفتن حق قانونی خود دکتر مونا دلدار از بهترین وکلای تصادفات کالیفرنیا را که در تمام پرونده ها پیروز بوده در کنار خود داشته باشید. تلفن 844-688-9740. آژانس مسافرتی امیری تقدیم می کند تور 11 روزه به ترکیه، استانبول، بودروم، چشمه، آلاچاتی و ازمیر. دیدار از شهر زیبای استانبول و قصر باشکوه دلم باغچه و خرید از آتلت‌های برند نیم ارزان. اقامت در هتل‌های لوکس و شیک در سواحل زیبا همراه با صبحانه و شام، رفت و برگشت هواپیما. تاریخ حرکت 19 می. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com. وستن پلامینگ برای انجام کلی لوله کشی های ساختمان های مسکونی، تجاری، آپارتمان ها و خانه های تازه ساز، تعمیر، نصب و تعویض تاسیسات حمام، توالت، دستشویی و آشپزخانه، تعویض لوله های فرسوده آب و فاضلاب، لوله کشی گاز و شیرهای قطع گاز برای زلزله، پیدا کردن لوله های فاضلاب با آخرین دستگاه ها و تعمیر آبگرم کن. برآورد اولیه رایگان می باشد. برای این خدمات با وارتان ریگانیان تماس بگیرید. با من وارتان تماس بگیرید. تلفن تماس 818-360-40-40. وستن پلامینگ. برای تماشای تلویزیون ما نیازی به ماهواره ندارید. شبکه ما را می توانید از طریق تمامی پلتفرم های ریل ویز در هر کجای دنیا که به اینترنت دسترسی دارید تماشا کنید. اگر دیدن برنامه ای را از دست دادید می توانید با مراجعه به آرشیو 72 ساعته ریل ویز برنامه مورد علاقه خود را پیدا کرده و تماشا کنید. ریل ویز، پل ارتباطی شبکه ما با شما. ریل تاک تنها اپلیکیشن تلفنی است که یک شماره تلفن آمریکا و یا کانادا را در اختیار شما می‌گذارد تا دوستانتان بتوانند از هر کجای دنیا با شما تماس بگیرند. شما هم می‌توانید با ارزان‌ترین قیمت با هر کشوری در دنیا ارتباط برقرار کنید. آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، مالزی و ده ها کشور دیگر در جهان فقط یک سنت در دقیقه. ترکیه، رومانی، نیوزلند و ژاپن فقط 2 سنت در دقیقه. نرخ تماس با باقی کشورها را می توانید در قسمت ریت چکر جیل تاک پیدا کنید. همکنون می توانید تمامی فیلم ها و سریال های ایرانی در حال پخش از داخل ایران را در کانال FX22 تماشا کنید. کانال FX22 بر روی ماهواره ترکمن عالم همجهت با یاسد، فرکانس 11221، ورتیکال 27500، FEC 2.3. تخفیف بهاری جیل ویز به مناسبت عید نوروز. جیل باکس با 6 ماه اشتراک فقط $109.99. بیزنس شما نیاز به مشتری دارد و مشتریان شما بینندگان ما هستند. ما با هزینه کمتر از $1000 در ماه تبلیغات شما را در هر استان و یا شهری پخش می کنیم. آگهی خود را به جیل ویز بسپارید
و با خیال راحت شاهد رشد بیزنس خود باشید. دنیایی از کانال‌های تلویزیونی، فیلم، سریال و برنامه‌های پربیننده برای همه پلتفرما در هر کجای جهان. جی‌ال‌ویزی شدن به همین راحتیه. بینندگان گرامی، در خدمت آقای احمد بهارلو، دوست عزیز و مفسر دوست داشتنیمون هستیم و صحبت‌های ایشون رو میشنویم، ادامه صحبت‌هاشون رو میشنویم. صحبت میکردیم راجع به همین مسائلی که اختلافاتی که به طور بی سابقه در امریکا شاهدش هستیم بین دو حزب حاکم و معلوم نیست کار به کجا بیانجامد و جریان مملکتمون که از همه مهمتر هست، الان آخوندها دارن از این شرایطی که پیش آمده حد اکثر استفاده میکنن با نهایت زرنگی و چیره دستی. این رو میبخشید که بنده باید با کمال تأسف بگم که کسی که داره، اون کسانی که دارن سوء استفاده میکنن از این شرایط، جمهوری اسلامی. نظرتون چی آقای بارلو؟ عرض کنم جناب اجازی عزیز، وقتی میفرمایید، من فکر میکنم که همیشه کریم داره جلو میره. ما هم تا خب متاسفانه فقط جای ما داره در قافله که از اون داشتیم تقریبا اون جلوهاش حرکت میکردیم همراه با اون گردن کلفتای آمریکا و اینها. حالا همینطور روز به روز جای ما تو این قافله همینطور رفته عقب 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 که دیگه رفتیم اون ردیفای مادون قرمز. خب بنابراین ما برای در مجموع همیشه عقیده بنده این است که جامعه بشریت همیشه رو به جلو داره حرکت میکنه. حالا متاسفانه جای ما باید بگنیم جای خود واقعی خودمونو در این قافله پیدا کنیم، که به جایی که پیدا کنیم رفتیم نگاه کردیم ببینیم که مثلا جای عربهای سوریه کجاست، گفتیم ما هم پلو یا اخی سوری میخوایم باشیم. و ببین این گرفتاری ما این است که ما مملکت به دست کسانی الان سپرده شده که هیچ نوع تعلق خاطری به ایران ندارن. حالا اتفاقا چون ما راجع به مسائل روز میگفتیم اینها جناب اجازی عزیز، گفتم فکر کردم که حالا برای خورده تنوع هم باشه. اولا چیزی که میخواستم قبل اینکه یادم بره خدمتتون عرض کنم که 11 آذر که میشه سه روز پیش فکر کنم، بله، که سالگرد قتل یک بزرگترین داران ایران بوده، سپهبد حسن پاکروان، به دست خمینی و خلخالی، دو جنایت پیشه تاریخی. اینا قضیه اعدام نیست، کشتن هست. کشتن، جنایت کردن، این دوتا کشتن. یعنی ببینید خمینی در کشتار غریب و خودی نمی کرد، همون که این تیمسار پاکروان که آدم فوق العاده روشنفکر و باسوادی که اصلا یک ادیب دانشمند بود و این جون این مرد رو نجات داده بود که نباید نجات میداد، آخر کار بدون جهت و سبب دادش دست مرتشه و کشتنش. میخواستم فقط یادمون باشه که هرگز نذاریم از یاد بره. اما از خدمت بره نمیدونم من تصویر شما فریز شده، آیا با ما نشنوید آقای اجازی؟ من در خدمتتون هستم، دارم گوش میدم آقای بارلو. خدمتتون عرض کنم من خودم فریز شدم. گفتم که یه خودم یه گریزی هم بزنیم، ما فقط از دنیای سیاست که برون هست داریم صحبت میکنیم. ببینیم تو این فضای مجازی چه خبره. تو این فضای مجازی وقتی نگاه میکنم، مخصوصا در این ایام وقتی نگاه میکردم، میدیدم که یعنی شاید بیشتر از 100 مورد فقط تو اون به اصطلاح کسانی که من میدیدم یه عکس میذاشتن، مثلا از پادشاه فقید ایران محمدرضاشاه میذاشتن و یه عکس کنارش میذاشتن از یک پیرمرد بدشکل
آفتابا به دست، بعد می نوشتن که چگونه این رو با اون عوض کردیم. خب حقیقتا این سوالی است که تمام نسل جوان از نسل قبل از خودش داره میکنه، نسلی که داره میگه آقا شما مگه ببخشید مغز خر خورده بودیم که اومدین، شما این آدم باسواد که به این همه زبان صحبت میکرده، وقتی حرف میزده همه با دود ازش یاد بگیرن، اینو برمیدارین با یک آخوند بیسوادی که خودش یک جمله فارسی نتونست حرف بزنه به غیر از وچه 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 و مزخرفگویی در مورد جمع با شطور و حیوانات و این چیزای رزیله. خب شما چجوری این دوتا رو با هم عوض کردی؟ حالا من فکر میکنم که این سوال وقتی میشه بهتره که خورده آدم نگاه کنه ببینه چه زمینه این فراهم شد که یک همچین اتفاقی، یعنی همچین گزینشی یک نسلی، نسل گذشته بخواد بده، یعنی یک چیزی به این آشکاری و به کدوم به کدوم عقل جور در میمده که آدم این شاه آور داره این خمینی رو بذاره سر جاش. ببینید البته حالا کار از کار گذشته و یه سرزمینی در طوفان جهل ساکنینش به ذلت اسارت دست نشاندگان خطاکار بیگانه شده و خب آدم وقتی نگاه میکنه بسیار چیز عجیبیه. اما میخوام خدمت رو عرض کنم که این یه مقدمه داشته. مقدمش این بوده که یک کسانی جایگزین کسان دیگه شده بودن که اصلا اونم آدم به عقل جور در نمیاد. زوال اون زمان آغاز میشه که این کم آموختگی مدعی علم آموختگی میخوان قاضی بشن، میخوان برای خودشون بت درست کنن. وقتی میخوان بت درست کنن چی میشه؟ میشه این سواد و بینش جامعه به اون قلت و حزیدی کشیده میشه که میان جای صادق هدایت رو میدن به کی؟ به یک فرد بی سواد خطرناکی مثل جلال آل احمد، یا میان جای احمد کسروی یک بزرگترین اندیشمند ما رو برمیدارن میدن به یک موجودک معتاد و سرشار از عقده به نام علی شریعتی. خب جامعه ای که نمیدونه برای پیدا شدن صادق هدایت و احمد کسروی از چه مخافت های گذر کرده، چه قربانی ها داده، چه تاوان ها داده در مبارزه نابرابر با جهل حاکم در طول قرن ها، تسلط این آیین خشونت طلب بادیه نشین ها که انداختن گردنمون. خب بنابراین با این پیش زمینه در طول سال هاست که گزینش روح الله جهل پرور و جنایت پیشه به جای محمد شاه معلوم میشه، میسر میشه، نتیجه آشکار همون ارزش سقوط هاست. یعنی ما اگر جای جلال آل احمد، جای جلال احمد، جلال آل احمد نذاشته بودیم به جای صادق هدایت و شریعتی رو نذاشته بودیم به جای کسروی، فقط می اومدیم هر کدوم که ادعای سواد و معرفت داشتیم، کسی که میگن روشن فکرن ناسلامتی اومد چهار خط از نوشته های همینا رو بخونه، هرگز نمیمد به چنین رزالت تاریخی و چنین گزینش رزیلانه در تاریخ تن در بدیم. آقای بهارلو، من گفتگوی داشتم با آقای بهروز بیات که یه مقاله مشروحی راجع به همین چرا انقلاب شد و به نظر من یکی از بررسی ها و تحلیل های فوق العاده منطقی است که خواندنی است و توصیه میکنم به هموطنانمون که در رسانه ها جستجو بکنن میتونن ببینن این رو، و اگر نتونستن پیدا بکنن لطف کنن با من تماس بگیرن از طریق ایمیل من hussein.hejazi@gmail.com. من با کمال میل لینک و اون جایی رو که میتونم ببینم. من آقای بهارلو با بعضی از کارهای محمد رضا شاه موافق نبودم و فکر میکردم که در دست گرفتن تمام مسائل جزئی مملکت در دست یک نفر صلاح نیست و این اشتباه بود و مسائل دیگه‌ای که مطرح شده. ولی الان وقتی که برمیگردیم به سخنرانی‌هایی رو که کرده، مخصوصا چند روز پیش، چند روزی است که لااقل من دیدم سخنرانی رو که او در ایام
خیلی جوانیش، یعنی اون اوایلی که به پادشاهی رسیده بود، در سازمان ملل ایراد کرده، واقعا تکان دهنده و جالبه. و بعد برنامه‌ای رو شاهد بودم، چون به انصاف و به معرفت و به همین صحبتی که مطرح کردید ایمان دارم که، و سعی میکنم تو کارم این اعتدال رو به کار ببرم و شما هم در همین زمینه من فعالیتاتون رو میبینم. مصاحبه‌ای داشت این خانم قاضی‌زاده، من خیلی دوست ندارم راجع به رسانه‌های فارسی زبان صحبتی بکنم، ولی شایعاتی که راجع به گرایشاتی که در بی بی سی دیده میشه نسبت به جمهوری اسلامی داره تایید میشه. این رو من خودم به چشم خودم دیدم. ایشون یک طرفدار پادشاهی رو آورده بودن، یه جوانی است که بسیار جوان معقول و منطقی است، و دو نفر دیگر رو که این دو نفر در تمام مدت صحبتشون از محمد رضا شاه به عنوان محمد رضا شاه خوناشام، نمیدونم آدم کشه، دیگه هر لقبی رو که فکر بکنید میدادن، و این خانم گوش میداد و هیچ عکس العملی نشون نمیداد که این چیزای این مطالبی رو که دارید میگید، و یا نمیپرسید که خب الان این رژیمی که روی کاره و کارهایی رو که داره میکنه، این رو چی دارید بگید، کشداری رو که این رژیم کرده. حالا محمد رضا شاه در یکی از مصاحباتش با قسمتی از مصاحبهش یا مصاحبه هایی که کرده بود با دیوید فراست میگه من نمیدونم چرا اینقدر راجب من دروغ گفته شد و راجب من بزرگ نمایی شد که من آدم های زیادی رو کشتم، شکنجه کردم، نمیدونم از بین بردم، نابود کردم، و نمیفهمم علت این رو، نمیفهمم علت این دشمنی رو، نمیفهمم. این تو صحبتاش بوده. اینه که واقعا یک مشت آدمی که الان میان تو این رسانه های فارسی زبان، مخصوصا میگم من بی بی سی، اصلا حیرت کرده بودم چطور ممکنه که یک برنامه سازی بیاد و این طور بگذاره که یک کسانی بدون ارائه مدرک، بدون ارائه یک منطق درست، هر چی دلشون میخواد بگن. جناب اجازی خدمت درس کنم، اینا اول برنامه ساز نیستن، برنامه باز هستن. این یعنی متاسفانه خب یه تریبونی هم به دستشون داده میشه، اما شما نگاه کنید ببینید مسخرگی کار اینا، اتفاقا هر چی بگن داره تاثیر معکوس میگذاره. اینا خوشبختانه به همین دیگه وارد نیستن. وقتی که از میدان ورزشی فوتبال، وقتی مردم دارن خارج میشن، دارن فریاد میزنن رضا شاه روحت شاد، رضا شاه برگرد، ببینید که تمام این تبلیغات دیگه الان داره به نفع شاه عمل میکنه و نفع محمد رضا شاه. حالا اون که فرمودین، ببینید هر کس، هیچ کس خاری از کارش، خاری از اشکار نیست. ما داریم در مقابل گزینش ها صحبت میکنیم. ما امروز فرصت داریم که فرض کنیم شب همبرگر بخوریم یا مثلا جوجه کباب بخوریم. خب این یه گزینشه، نه اینکه همبرگر که انتخاب کردیم بهترینه یا گزینش جوجه کباب بهترینه. این حالا یه مثال خوراکیشو گفتم. در هر موردی، لباسی که میپوشیم، باید نگاه کنیم ببینیم که اون گزینش از کجا معلوم میشه که کدوم بهتره یا کدوم بدتره. باید ببینیم در غیاب هر کدوم از این گزینش ها، در مثل مثلا شاه خمینی، در غیاب یکیش چه اتفاق صورت گرفته. در غیاب شاه ملاحظه کنیم ببینیم چه به سر ایران اومده. اما این موضوع شما گفتین ببینیم مملکت داشت به کدوم سمت و سو میرفت و الان کجا داره میره. بعد تو همین مصاحبه وقتی که یکی از این آقایون میگه که چرا میگی شاهزاده، ایشون میگه که راجب همین سخنرانی یا صحبت آخر شاهزاده رضا پهلوی بود، و چرا به این میگه شاهزاده. خانم قاضی‌زاده در اومد گفت برای اینکه پروتکل کار ما ایجاب میکنه که خب ایشون پسر شاه بودن، شاهزاده. در اومده اون جواب میده که پروتکل شما میشه سیاست برای مملکت ما. پروتکل ایشان میشه
شاهزاده یک اون یک چیز از با یک کسی هست. شما نگاه کن اینا اولا زورشون اول بلد نیستن پروتکولو، برای اینکه مثلا آقا ما دیگه سلطانی نالایقتر از شاه سلطان حسین نداشتیم. آیا میگن حسین صفوی؟ نمیگن، که میگن شاه سلطان حسین، یعنی این کلمه شاهشو میارن میگن آقا شاه سلطان حسین. ما دیگه از اون بدتر نداشتیم، از فتح شاه ما بدتر نداشتیم دیگه. اینا رو همه با اسمشون یک ذره کم و زیاد بدونیم. از احمد شاه که اصلا هیچی نبوده میگیم احمد شاه، ما تا حالا گفتیم احمد قاجار، نمیگیم که. وقتی میرسن به محمدرضا شاه اینا خفقون میگیرن، نمیدونن چیکار بکنن. محمدرضاش رو میگن گیر میکنن، باید حتما یه دریوری پشتش بگن. حالا تازه یه عدهشون بعضی حالا اومدن یه ترفند دیگه هم به کار میزنن، یعنی که مثلا میان به عنوانی که میخوان از رضا شاه تعریف کنن که یه گرده گوش بدن، یه مرتبه میگن رضا شاه فلان بود فلان، اما محمدرضا شاه وقت شروع کردن بری بری گفتن، در حالی که رضا شاه اون بنیاد برپاکر بنیاد زیرین جامعه ایران رو درست کرده و محمدرضا شاه تکمیل کننده این زن این بوده، داشت درست میکرد که شما خونه خرابات زدین خرابش کردین نذاشتین درست بشه. اما آیا جدی یه خبر خیلی جالب بود، میترسم اگه فرصت نشه که بگیم، که گفتن که میخوان بین همین توافقایی که ایران و آمریکا دارن با هم انجام میدن، گفتن سه تا از گروگانهای آمریکایی رو میخوان پس بگیرن. این سه تا گروگان سه تا ایرانی بدبخت هستن، یکی آقای نمازی هست و با پسرش با یک نفر دیگه. این سه نفر رو که رفتن ایران مملکت ایران گرفتنشون به عنوان گروگان گرفته، میگن در ازای 7 میلیارد دلار حالا میخواد پس بدن. بعد اون وقت یکی دیگه از همین دزدای سرگردنه که اونجا نشستن داره میگه آقا ارزون فروختی، قبول نیست، 7 میلیارد چیه که شما برای این؟ آقا شما شهروند ایرانی رو برداشتی چون گرفتیش اسیرش کردی، حالا داره یک کشور دیگه حداقل برای اینا، چون اون چربند اون کشورم هست، برای اینا اینقدر ارزش قائل بوده که بگه آقا 7 میلیون هم سگ خور میدیم به اینا تا این سه نفر رو بیانم. حتی اگه اینا میدونستن که خانواده نمازی، جناب اجازه من چون از شیراز میام میدونم که خانواده نمازی در مورد شیراز چه ها کردن که هیچ حکومت و دولتی تا حالا نکرده. من خودم شاهد اونا بودم آقای بار، مثل اینکه وقت اونم تموم شده الان امیر چراغا رو روشن میکنه. خانواده نمازی قربان آب لوله کشی رو در برای اولین بار، یعنی حتی زودتر از تهران، در شیراز درست کردن، بیمارستان نمازی درست کردن، دبیرستان نمازی، دبیرستان حرفه‌ای، همه اینا رو این خانواده درست کردن. و اون مملکت این گرفتنشون میگیرنشون چیکار میکنن؟ میگیرن اینا رو گروگان میگیرن. این خودتون حالا ببینین دیگه، چون چراغا داره روشن میشه متاسفانه دیگه وقت ندارم که بیشتر از این مزاحم در فرصت آینده راجع به همین مسائل بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای بارلو بازم از شما بی‌نهایت سپاسگزارم، از بینندگانی که با ما بودید سپاسگزارم، از امیر شهراتی عزیز و همچنین از سپهر عزیز که این آرم برنامه رو سریع درست کرد و راه انداخت. با سلامتی و آرزوی سلامتی برای همه شما، تا فرصتی دیگر، روز و روزگار خوش.